همکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ، شلوم. تورای مقدس در این هفته، در این شبات، ما سومین قسمت یا سومین پاراشا را خواهیم خواند. در اول کتاب برشیت، این کتاب مقدس کلمات خداوند به ما اطلاع میده که چگونه این دنیای ما، گیتی، نه تنها کره خاکی ما، آفریده شد و چگونه انسانی در این کره خاکی آفریده شد در دنیایی که کمال مطلوب بود و به او امری داده شد. ده نسل بعد از آدم، هاریشون، اولین آدم که بشریت شروع کرد، یعنی در حقیقت زیاد شدن، میبینیم به خاطر همان اختیار انتخابی که داره به راه‌های انحرافی کشیده شد و در آخر پاراشا، یعنی در آخر قسمت پاراشای اول برشید، میبینیم خداوند تصمیم میگیرد که این دنیا را دو مرتبه از ابتدا شروع بکنه. آنچه که گذشته ویران بشه و یک نسل جدیدی، نسل جدید از نوح شروع میشه. و بعد از نوح میبینیم نوح انسانی است که ابدا به فکر دیگران نیست، فقط چون قول به او داده شده که تو را، فرزندان تو را من انتخاب کردم، چرا چون تو را نسبت به دیگران پارسا تر و صدیق تر دیدم، بنابراین بشریت از تو شروع خواهد شد. ولی در پاراشای لخ لخا که این هفته هست، ما با یک شخصیت دیگری آشنا می شویم که بسیار با دو شخصیت اول تورا متفاوته. نوح انسانی است خودگرا، یعنی فقط خودش رو و خانواده خودش رو تماشا میکنه، کار به سایر انسان ها نداره. در زمانی که میبینیم از نسل او و تعداد زیادی انسان به وجود اومد، ولی شخصیت بعدی ما ابراهام که این هفته باش آشنا میشویم، بدون مقدمه تورا، بدون اینکه گذشته اون رو به ما بگه که کی بوده، بجز اینکه ما میدونیم فرزند ترخ بود و در آخر پاراشای نوح تذکر داده میشه که ترخ فرزندش ابراهام بود، در این هفته خداوند به ابراهام میگوید لخ لخا مارضخا مولدتخا بیت اویخا الهارس اشر اریکا، میگه لخ لخا، برای خودت برو. و این خیلی معنی داره، میگه از زاد، از سرزمینت، از زادگاهت، از خانه پدریت برو به اون سرزمینی که من به تو نشان خواهم داد. و همیشه سوال این بوده، خداوند ابراهام را انتخاب میکنه برای یک رسالتی، ولی گذشته او چی بوده؟ ابراهام یک آدمی بوده که در حدود 70 سال بیشتر از عمرش گذشته. این 70 سال چی کار میکرده؟ او در یک خانواده بود به دنیا اومده که درست تورا به ما نمیگوید، ولی میدرش میگوید پدر او بت‌ساز و بت‌فروش بوده. چطور ممکنه تحت تأثیر این کار و محیط خودش در شهر اور که در عراق امروزه، در حقیقت اور عراق امروز بوده، و میدونید عراق بین النهرین مرکز تمدن بوده، یعنی همیشه تمدن‌های بشری می‌بینید در کنار رود به وجود اومدن. مصر تمدنش اگر به خاطر نیل نبود، اون تمدن نمیتونست
شکوفا بشه. و بین البحرین هم بین دجله و فرات میبینیم امپراتوری های مختلف به وجود اومدن در طول زمان. خداوند به او میگوید از شهر اور برو. شهر اور رو در کاوش های باستان شناسی که پیدا کردن در یک شهر بسیار پیشرفته نسبت به تمام شهرهای متمدن اون روز بوده. میخوان شما اگر مقیاس بکنید یک دهات افغانستانی رو با لس آنجلس بیاین مقایسه بکنید، مثل اینکه یه نفر بگه آقا از لس آنجلس برنش برو تو یک دهات تو افغانستان یا تو هند. ابراهام وقتی که این ندا رو میشنوه بلند میشه و تازه به اون میگه برو جایی که به نشون خواهم داد، سرزمینی که به تو نشون خواهم داد. ابراهام این کار رو میکنه، میفهمه که یک رسالتی به او داده شده. ابراهام مؤمنه. ابراهام در طول زمان برخلاف تمام انسانهای زمان خود وقتی که به طبیعت تماشا میکنه، وقتی که به آفتاب و مهتاب تماشا میکنه، وقتی که به همه پدیده های شگفت، میفهمه که بایستی اینها خالقی داشته باشن. این بت نمیتونه خالق باشه، نمیتونه. این یک ایده اشتباهی است برای انسان ها که متوسل به یک بت گلی، خاکی یا طلایی بشوند و اون رو واسطه بکنند که از یک چیزی که فکر میکنن خداست و نمیدونن چی هست، اینو هم خدا بدونن هم رابط بدونن با خدا. و بر به خاطر همون یتسر هارا، اون نفس بد اماره ای که به انسان کارهای ناشایست دیکته میکنه، میبینیم هر بت پرستی با فسق و فجور و فساد اخلاقی در زمان قدیم بوده. ابراهام نمیپذیره اینها رو، میگه این اشتباهه و اعتقاد میکنه، اعتقاد داره به یک خدای یگانه ای که آفریدگاره و این اعتقاد باعث میشه که خداوند هم او رو انتخاب بکنه. ندایی رو که میشنوه میگه برو از این سرزمین، لخ لخا. ربنو بخیه خیلی زیبا میگوید، ربخیه که از مفسرین تورای ماست، میگه که لخ لخا مثل لخلخ، یعنی آلودگی. تو در یک محیطی داری زندگی میکنی که این محیط آلوده است. ابراهام غیر ممکنه که اثر روی تو نذاره. شما یک لباس سفید بپوش برو بیرون توی هوای آزاد، هیچ کاری هم نکن، دست به هیچ که تمیز نیست نزن، ولی به مرور زمان این لباس سفید چیکار میکنه؟ به خاطر هوا، غبار هوا میبینیم تیره میشه. انسان هم همونطوره، تابع یک مقدار از اثرات محیطیه. ابراهام، خداوند به ابراهام میگه ابراهام تو نمیتونی در این محیط رسالت خودت رو انجام بدی، برو به جایی که من به تو نشون خواهم داد، سرزمینی که در اونجا بایستی رشد بکنی، در سرزمینی که فرزندان آینده تو در اونجا بایستی ساکن بشوند. از این به بعد میبینیم از زمان نوح به بعد تمام انسانها رو ما میگیم بن نوح، فرزندان نوح هستند. و ابراهام تبدیل میشه به پدر بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل. این رابطه است، نه که ما با اونها فرق میکنیم. ما هم از نوح به دنیا به وجود اومدیم. چرا میگه بنی نوح؟ بلکه بنی نوح موظف بودن به عنوان انسان، فرق نمیکنه چه دینی داشته باشه، به عنوان انسان میگن هفت امری که بایستی این امر رو که از جانب خداوند هم در تورا وارد شده بایستی انجام بده. اول منع بت پرستی است. بن نوح هر کی میخواد باشه. میدونی در آمریکا یه عده‌ای هستن از آمریکایی ها که فقط دین بن نوح را قبول دارن، نه مسیحی هستن، نه یهودی هستن، نه مسلمون هستن. بیا بن نوح. البته این هفت ها
خیلی تفسیرات داره. اول عدم بت پرستیه، دوم جان انسان ها بسیار بسیار ارزشمنده، مقدس، نباید خونریزی بکنی، نباید آدم دیگر رو بکشی. ببین دنیا را چه خبره. در اکثر کشورها جون انسان ها میبینیم بی ارزشه. تو آمریکا تو شهرهاش از هر روز هر شب ما میشنویم، در ایران، افغانستان، کشورهای دیگه، همه جا هزارها و میلیونها و میلیاردها خرج میکنن که برن الان تو اوکراین بجنگن. چندین هزار نفر سرباز روسی و اوکراینی از بین رفتن. یعنی جان انسان نبایستی. حیوانات وقتی دوتا شیر با هم دعوا میکنن یکی دو باشه میذاره پایین نمیکشدش، ولی ما میکشیم. دوم و سوم عفیف بودن، گیلوی عرایات. نبایستی در یک جامعه عفت و عصمت و مقام زن و حرمت زن به صورت خرید و فروش در بیاد. فساد اخلاقی. و بعد ببینیم چهار تای دیگه که اگر حیوانات بایستی اونها هم جونشون عزیزه. حق نداری یک گوسفند، یک گاو یا هر حیوان دیگری رو بگیری وقتی که زنده است یک عضویشو بکنی و بخوری. شما توی آفریقا میدونید اونایی که گاوداری میکنن کاری که میکنن، میرن یک رگ این گاو را میبرن و شروع میکنن از خونش خوردن به عنوان غذا. حیوان نبایستی زجرش داد. دنیای حیوانات هم مهمه. و اول گفتیم اور من هخای بد برکت هشم. نبایستی نسبت به خداوند هرگز آمد و بی احترامی کرد، ناسزا گفت، تو چه خدایی هستی، خاصف خلیلا. و در زمان سختی یا در زمان هر چیز نبایستی کفرگویی کرد. سوم گزل، غصب کردن، مال دیگری رو با زور گرفتن یا تو دادگاه رفتن و اینجا هر کس ببینی با دیگری من بریم سود میکنم. حالا دلیل داشته باشه یا نداشته باشه. یک آقای آمد کنیسای ما رو سو کرد بی خود. ببین تا این حد کاری نکرده بودیم. گفته بودیم عکس فر ندار از این کنیسا. ببینید گزل قصبه به صورتهای مختلف. دالت یعنی چهارمی دینیم. دینیم یعنی در یک کشور، در یک سرزمین، در یک دهات کوچک بایستی قضاوت درست باشه، قاضی درست باشه. نه که یک قاضی بیاد یک آدم رو ببینه خوشش نمیاد آقا برو تیر بارونش کن. مرحوم القرایان کاری نکرده بود که آقای خلخالی بره بگه بکشش به جز خدمت به ایران. بن نوح هر کس میخواد باشه موظفه که این هفت امر را انجام بده. وقتی که ما میرسیم به ابراهام، بنی اسرائیل، ما با دو تا بریت، یعنی ما با دو تا عهد با خداوند خود قبول کردیم نه تنها رسالت ابراهام رو که بیایم یکتاپرستی رو در دنیا، اخلاق یکتاپرستی رو، عوامری که در تورا هست میبینیم اصلا یک نقطه عطف در دنیای اون روز و امروز بوده. حتی یا ابراهام رسالتی داره که خدای یگانه رو به عنوان آفریدگار،
خدایی که از انسانها رفتار درست بخواد، روابط انسانی درست بخواد، نه تنها با خدای خود، با انسانهای دیگه. این شروع بشریت، به صورتی که ببینیم تمدنهایی که به وجود اومده، ادیانی که به وجود اومده، از این تر، از این ایده، از این فکر که خداوند یکیست، یکتای، یک هستی است که آفریدگاره، از هیچ همه چیز را به وجود آورده. این کاری بود که ابراهام میکنه. خداوند به ابراهام میگوید تو در یک سرزمینی هستی، در این سرزمین رو من به تو و فرزندانت میدم که بتونی به عنوان نمونه در دنیا باشید، طرز زندگی شما، ایمان شما، روابط شما با خداوند، با انسانهای دیگر بایستی به عنوان یک الگو باشه برای دیگران. بنابراین با او عهد میبنده، میگن بریت ابراهام، بریت بن حبیتریم، به قول برم تو خود تورای امروز هست که خداوند در یک حالتی که ابراهام در یک حالت خلصه نبوتی هست بهش ظاهر میشه، میگه که من این سرزمین رو به فرزندان تو میدم، تو بایستی این رسالت رو در دنیا انجام بدهی. میبینید با یک ارتباط، ملت یهود در هر کجا که هست یک ارتباط چی داره؟ یک ارتباط قومی داره، قومیت. قوم همیشه یک گروه از انسانها هستند که این انسانها زبان مشترک دارن، رسوم مشترک دارن، اعتقادات مشترک دارن، در یک سرزمین مشخصی زندگی میکنن. این یک ارتباط قومیه. حالا این قوم ممکنه از جای خودش کنده بشه. شما میدونید شما تاریخ ایران رو که بخونید، صفویه یک قوم ترک بودن، ترک زبان بودن، از جایی اومدن و ببینید آنچه که در ایران کردن. یا افشاریه، نادرشاه افشار یک قوم از قوم افشار بود. در جزی اینا همش قومیته. و یک قوم وقتی که از جای خودش جا به جا بشه و وقتی هم برعکس اگر شکست بخوره و این رو به عنوان اسیر جای دیگه ببرن، به مرور زمان همه چیزش رو از دست میده، گذشتش رو از دست میده و باعث چیز دیگری باشه که اون رو نگه داره. یک عامل دیگری باعث این قوم رو در هر کجا هست مرتبط بسازه و این عامل دوم چیست؟ بریت سیناست. ما از مصر که اومدیم بیرون تو یک بیابانی که سرزمین مشخصی نیست، نمیتونی بگی وطنه، خداوند با ما عهد میبنده. عهد ما توراست، مطالب توراست و میبینیم این دو عهد، تو میدونی ریشهات از کجا اومده، با کی مرتبط هستی. و این باعث شد که این ملت یهود، ملت کوچکی که یک چهارم درصد جمعیت دنیا هم نیست وقتی بخوای آمار بگیری، توانست در هر کجا که هست، شما یک فرانسوی را از فرانسه بیاد مهاجرت بکنه بره استرالیا، بعد از چند وقت ببینید نسل اول میدونه از کجا اومده، نسل دوم کم کم زبانش عوض میشه، نسل سوم چهارم اصلا نمیدونه، هیچ رسومی از فرانسه با خودش نداره، زبونش را نداره، فقط میدونه شاید بعضی نسل چهار و پنجم اصلا نمیدونه از کجا اومدن، یه استرالیا کامل هستن. ولی ملت یهودی طور نبوده. ما هر کجا که رفتیم به خاطر اینکه میدونستیم ابراهام کیه، عهدش چیه، دوم عهدی که پدران ما بسن چیه تو توراست، کارهایی که ما میکنیم، یک یهودی تو گرجستان، یک یهودی تو ایران، یک یهودی تو آمریکا، یک یهودی تو روسیه، اگه اجازه بدن مراسم رسمش انجام بدن، شب شبات شما رو دعوت میکنن، ها برید کنیسا، میرید کنیسا چیکار میکنی؟ در همه این کنیسا لخادودی میخونن. امشب تشریف ببرید کنیسا ببینید، هر کنیسایی برید، از خبت باشه تا ایرونی باشه، اشکالازی باشه، یا هر کشوری که برید، تایلند هم برید اگه برید توی کنیسای خبت، لخادودی را میخونن. بنابراین این یک، برید تو خونه یهودی شب شبات کیدوشش رو میگه، برخای حموتسیش رو میگه، یک یهودی که معتقده. ببینید پس این دو تا بریت، پس رسالت ابراهام مشخصه، یک، یک داپرستی در دنیا برای همه انسان ها، دو، آن چیزی که مشخصه ما چرا تا به حال باقی موندیم
به خاطر بریت دوم، عهد دومی است که با خدای خود بستیم. این عهد، عهد توراست. این عهد یهودی هر کجا که هست، وقتی که تابع این چارچوب است، یهودی باقی مونده. با وجود اینکه قرن هاست و 3300 ساله با تورا رو داریم و زبان ابراهیم در حدود 4000 ساله، چرا باقی مونده؟ این خلاف طبیعته. و که خداوند گفته من شما را نگه میدارم و این شرطه. عهد با من بستید، دو نفر که با هم قرارداد میبندن، عهد خیلی بالاتر از قرارداده. اگر یکی اون عهد را نقض بکنه، از گردونه خارجه. چنین هم شده. چرا ما کمیم؟ به خاطر همین. چرا موندیم؟ به خاطر همین عهد دومی است. عهد اولی نمیتونه تضمین کننده باشه. درست، سرزمین درست، همه این چیزها درست. بنابراین ابراهام کسی است که عهد اول رو بست و شروع این بود که ما به کجا برسیم؟ به عهد دوم. ابراهام یک تا پرستی رو در دنیا اشاره داد و ما موظف بودیم که ادامه دهنده راه او باشیم. بر اساس چی؟ اون گسترشی که و اون تفاسیری که عهد اول داره. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم هر دو عهد رو همیشه نگه بداریم. آمین. شبات شلوم.